عزیزا سلام، چی حال احوال؟ عرضه میکنم که حقیقت مبتلا شدن مجیب آرز به ویروس کرونا و همچنین نامزدی وی با میترا امانی. با من رضا پور که نشنیدن نکسون پلاس همراه باشید. سلام، چی حال احوال؟ ببینین که همین لحظه من کجا هستم. چی طبیعت مقبول و قشنگ. سلام و وقتتان بخیر. با یک دیگر از ویدیوهای شنیدنی نکسون پلاس خوش آمدید. مجیب الرحمن آرز یکی از گویندگان موفق تلویزیون تولوست که در شبهای مبارک ماه رمضان همراه با هدیه همدرد برنامه افطاری این تلویزیون را اجرا می کند. اما دو شب شد که مجیب در این برنامه حضور نداشت. این غیبت نگرانی های زیادی را در بین علاقمندان این گرداننده موفق کشور به وجود آورد که شاید مجیب به این ویروس خطرناک دچار شده است. چیزی که این گمان زنی ها را پر رنگ تر ساخته بود مصاب شدن همکاران مجیب هر یک لطف الله نجفی زاده و حفیظ محمدی به ویروس کرونا بود. علت غیبت مجیب در این چند شب این بود که مجیب الرحمن آرز این گرداننده موفق برای معلوم شدن تست کروناشان مجبور بود که چند روزی را در خانه سپری کند که الحمدلله تست ایشان معلوم شد و منفی است. مجیب دعای مردم افغانستان را عامل اصلی صحتش دانست و گفت که دعای مردمم باعث شد که شکر خدا در صحت کامل هستم و دیشب هم در برنامه افطاری در کنار خانم هدیه همدرد حضور داشت. عزیزا سلام، چی حال احوال؟ عرضه میکنم که همتان خوب باشین. من شکر جور و تیار هستم. کسی که دعای شما مردم مهربان امرای خود داشته باشه او را هیچ وقت چیزی نمیشه. من امروز پس از چند روز وقفه دوباره از طریق برنامه افطاری مهمان خانه های شما هستم و دلیل نبودن مرا هم در چند روز از طریق برنامه امرایتان چدیک میسازم. پس تماشای افطاری را امروز ساعت 6 از طلوع فراموش نکنین. تا دیدار. شایع دیگری که برای مجیب آرز پخش شد نامزدی وی با خانم میترا امانی گرداننده موفق دیگدان و تنور تلویزیون طلوع بود که این خبر دروغ است و شایعی بیش نیست. طوری که شما در تصویر مشاهده میکنید پست هایی در صفحات اجتماعی منتشر شده است که هر یک پیوند مجیب آرز و میترا امانی را تبریک گفتند که اینها دروغی بهش نیست. اما متاسفانه قسیم ابراهیمی کمدین محبوب و گرداننده موفق طلو به این بیماری خطرناک مصاب شدند که از خداوند منان شفای عاجل ایشان و تمام مریضان مبتلا به این ویروس خطرناک را خواهانیم. وی فعلا در خانه در قرنطینه به سر میبرد. صحت و سلامتی تمام این خوبان آرزوی تمام ملت افغانستان است. نظر شما در این مورد چیست؟ لطفاً نظرتان را در کامنت با ما به اشتراک بگذارید. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. جهت اطلاع از ویدیوهای جدید روزانه ما چینل یوتیوب نکس وان پلاس را سابسکرایب کنید. تا ویدیوهای دیگر خدا نگهدار.